وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن از هیچ تلاشی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه خودداری نخواهد کرد. اما عجله و شتاب بیموردی هم به خرج نمی‌دهد که به طولانی تر شدن مخاصمات منجر می‌شود. تصور می‌کنم امروز در مورد موضوعات سختی گفتگو کردیم که پس از بررسی توسط هر دو طرف مجدداً در مورد آنها مذاکره خواهیم کرد. گفتگوی فردا در این خصوص است که ببینیم آیا دستیابی به توافقی در مورد چند مسئله باقی مانده امکان دارد یا نه. همونطور که همواره هم گفتم، آمریکا آماده است با حداکثر تلاش شانس تحقق پیروزی در این خصوص را افزایش دهد. این هوشمندانه ترین کاری است که میتوان در این موقعیت انجام داد. طبعا ما برای حل این چند موضوع باقی مانده ایده هایی داریم، اما تکرار میکنم اگر فرصت مشروع و قابل اعتنایی در این خصوص وجود نداشته باشد، عجله و شتاب هم به خرج نمیدهیم. در جنگ داخلی سوریه، کرملین از دولت مرکزی سوریه حمایت می‌کند و کاخ سفید نیز تلاش‌های خود را برای جانبداری از گروهی از مخالفان مسلح میانه رو متمرکز کرده است. آقای کری تأکید کرد مذاکرات آمریکا و روسیه در مورد جنگ داخلی سوریه طبعاً باید نتایج مرزی الطرفین داشته باشد. بسیاری از مسائل فنی حل و فصل شده است و خیلی از موضوعات مشخص است، اما همانطور که گفتم هنوز چند مسئله دشوار باقی مانده است. هر دو طرف باید از رضایت در مورد شرایط توافقی که به دنبال آن هستیم و نحوه حل و فصل آن مسائل اطمینان حاصل کنیم. وزرای خارجه آمریکا و روسیه توافق کرده اند فردا دوشنبه برای بررسی مسائل باقی مانده در ارتباط با جنگ سوریه یک بار دیگر رسما مذاکره کنند. سیران شرفی، صدای آمریکا.